پس از ارائه برنامه های وزرای پیشنهادی روز دوشنبه ولیس جرگه جلسه رأی اعتماد را برگزار کرد. این روند باشتاب با وجود مخالفت شماری از اعضای ولیس جرگه و فیصله قبلی آنان به اصرار رئیس مجلس انجام شد. این سومین بار است که به گفته شماری از اعضای ولیس جرگه برخی از همکاران آنان با وزرای پیشنهادی برخورد قومی کردند. در این حال سخنگوی رئیس جمهور ضمن استقبال از سرعت عمل ولیس جرگه در دادن رأی اعتماد گفت که با وجود تلاش حکومت در رعایت مشارکت ملی، عملکرد ولیس جرگه کاری است که به نمایندگان مردم برمیگردد. گمان می‌رفت این بار کابینه پیشنهادی بتواند رأی اعتماد ولیس جرگه را به دست دارد، چیزی که پیشتر شماری از اعضای این مجلس نیز به آن امیدوار بودند. روز گذشته این مجلس فیصله کرده بود که جلسه ارائه برنامه های وزرای پیشنهادی و رأی اعتماد در روزهای جداگانه برگزار شود، اما چنین نشد. رئیس ولیس جرگه با وجود مخالفت های اعضای این مجلس تصمیم گرفت تا کار را در یک روز یکسره کند. شماری از اعضای ولیس جرگه این تصمیم را خلاف اصول داخلی مجلس خواندند. ما اجازه میدیم که سوال کنیم از وزیران. اصول وظایفی اساسی نقض شده. برگزاری جلسه رأی اعتماد بدون جلسه پرسش و پاسخ. اما در حالت فعلی برای تولیدات افغانستان در نظر گرفتن ذوق بین‌المللی نمایندگان معترض اما به دستور رئیس ولیس جرگه از سوی هیئات اداری وادار به سکوت شد. پیشتر شمار از اعضای ولیس جرگه نگران برخورد قومی در جریان رأی اعتماد بودند، چیزی که به نظر می رسد پس از پایان رأی گیری چهره واقعی به خود گرفت. به عقیده برخی از ناظران سیاسی، ولیس جرگه به جای تقویت وحدت ملی عملا در تفرقه افغانی میان اقوام ساکن حرکت کردند. موضع گیری نمایندگان ولیس جرگه در مقابل برخی از وزیران با واکنش های نیز به همراه بود. برخوردی که در مرحله اول ترک تالار را از سوی رئیس مجلس در پی داشت. وضعیت در اینجا ختم نشد. بارد شدن دو نامزد وزیری که کمتر کسی تخصص و علم آنان را در بین نامزد وزرای معرفی شده داشت، اکنون سوال این است که با عملکرد ولیس جرگه مشارکت ملی که دولت از آن دم میزند چگونه در کشور تأمین خواهد شد؟ اینکه تا چه وقتی جایی که خانه ملت افغانستان خوانده می شود، تلاش های حکومت و رئیس جمهور را برای تمثیل وحدت ملی به چالش میکشاند. پرسشی است که گذر زمان آن را پاسخ خواهد داد. متاسفانه دو نامزد وزیر جناب سرور دانش و جناب دکتر داود علی نجفی نتوانستند که رأی تایید بگیرند. با دلیل از اینکه اردو نامزد وزیر از یک قوم افغانستان نمایندگی میکردند، از اینکه نتوانستند پروسه رأی تایید موفقانه به در آیند، رئیس جمهور جدا متأسف است و جانب حکومت تمام تلاش برازی شد که 7 نامزد وزیری که معرفی شده بودند بتوانند رأی تایید بگیرند. که چه دلایلی باعث شد در داخل ولایت افغانستان کی دو نامزد وزیر نت رأی تایید بگیرند، این را میگذاریم به ولیس جرگه افغانستان. اما به حکومت افغانستان و به رئیس جمهور افغانستان مایه نگرانی است. اعضای این مجلس هر از گاهی به ناتوانی خود در طول 5 سال اعتراف کردند. با آنکه ولیس جرگه در آخرین روزهای کاری خود قرار دارد، با این حال به نظر نمی رسد که موفق شود به اعضای باقیمانده کابینه رأی اعتماد دهد، امری که ممکن است تا آغاز کار پارلمان بعدی به تعویق افتد.